بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم متعلمین عزیز، وقت شما بخیر. با امید ای که صحتمند و سلامت باشین و خوش برگشته باشین در ادامه درس های تاریخ صنف 12. رسیدیم بخیر به 3 جلسه از فصل 2 کتاب تاریخ صنف 12 و به ادامه درس های قبلی شما ما در خدمتتان هستم تا درس 23 کتاب تاریخ را تحت عنوان ترتیب و تدوین اصولنامه برای شما متعلمین عزیز تدریس کنم. خب در درس گذشته خواندیم که به سبب حساسیت هایی که به اصلاحات امیر امان الله خان در کشور به وجود آمده بود، یک سلسله اصلاحات به میان آمد. این اصلاحات سبب شد تا شورش هایی به میان بیاید و اختلاف هایی در میان مردم به وجود آمده بود که تمامی ناشی از همی اصلاحات بود و همچنین دسیسه های خارجی ها. سپس حبیب الله کلکانی قدرت را از امان الله خان گرفت به مدت 9 ماه و پس از او هم محمد نادرشاه پادشاه بعدی بود که قدرت را از حبیب الله کلکانی گرفته و مدت 4 سال در افغانستان به حیث پادشاه سلطنت کرد. اکنون می‌خوانیم در دوره محمد نادرشاه اصولنامه‌ای که تدوین یافت چی بود و چه موضوعاتی را شامل می‌شد. و شما می‌دانید که یک کشور بدون قانون در حالت خلا بوده است. به همین اساس همین مورد را نادرشاه هم درک کرده بود و به فکر آوردن قانون در کشور شد. وی می‌دانست تا زمانی که یک دولت بر بنیاد قانون متکی نباشد، آن دولت نه تنها بقای خود را نیافته بلکه موجودیت سرزمین را هم به خطر مندازه. وی با درک همین موضوع نظامنامه های دولت امانی را که با حساسیت های روبرو بود و همچنان پلان های منظم مطرح شده بود تا دولت محمد نادرشاه را از ریشه برکند، دست های خارجی و اجیران داخلی هم کار می کردند که بحرانی را به میان بیارند. محمد نادرشاه هم فرد بسیار زیرک و هوشیاری بود. با درک شرایط و با استفاده از فرصت همو قوانین را که در دوره امانی به نام نظامنامه یاد می شد، با تفسیر اندک و همچنان با تغییرات خیلی اندک به نام اصولنامه نافذ ساخت. محمد نادرشاه توسط یک هیئت باصلاحیت اصولنامه یا همان قانون اساسی و یا هم همان نظامنامه دوره امانی را تدوین کرد. این همان نظامنامه اساسی بود که حیثیت مادر قوانین را دارا بود. در اصولنامه اساسی فصل حقوق شاه تعدیل و در آن به جای امان الله خان نام محمد نادرشاه آورده شد. به جای شورای دولتی، شورای ملی و مجلس اعیان داخل اصولنامه گردید. همچنان اصولنامه انتخابات شورای ملی را ترتیب و این دو را به اجلاس لویه جرگه در 28 سنبله سال 1309 هجری شمسی تقدیم نمود که تصویب شد. بر اساس همین نظامنامه انتخابات جلسه شورای ملی در 14 سرطان از طرف پادشاه افتتاح شد و کشور به یک مرحله قانونی داخل شد. این اصولنامه اساسی تا سال 1343 نافذ بود و در مطابقت با آن تعدادی از لوایح و مقرره ها هم تطبیق شد. تطبیق قانون به دست صدر اعظم و وزیران بود. محمد هاشم خان که 18 سال صدر اعظم افغانستان بود، اکثرا در تشکیل شوراها نقش اساسی و مهمی را داشت. محمد نادرشاه از اینکه خواستار روابط نیک با علمای دین بود، خواست که موقف علمای دین را ارجگذاری کنه و به این ترتیب امر کرد که در تدوین تمام اصولنامه ها مشوره علمای دینی گرفته شود تا قوانین مطابق شریعت اسلامی تدوین گردد. در این مورد هم از قبل با علمای دین مشوره صورت می گرفت. البته
همه قسمی که گفتیم نادرشاه یک پادشاه هوشیار بود. وای دیده بود که اصلاحاتی را که امان الله خان به وجود آورد چگونه با مخالفت علمای دین روبرو شد. به همین اساس با استفاده از زیرکی و هوشیاری که داشت علما را در تمامی بخش‌های ترتیب اصولنامه‌ها شریک ساخت. مطمئناً اگر هم نظامنامه دوران امانی و هم اصولنامه دوران نادرشاه را مورد بررسی قرار بدیم، ما می‌بینیم که در این دو نوع نظامنامه‌ها و اصولنامه‌ها تفاوت‌های زیادی وجود نداره. تنها تفاوتی که وجود داره این است که نادرشاه علما را بیشتر شریک ساخته بود در قسمت رایزنی و مشاوره دادن در ترتیب اصولنامه. بس همین، وگرنه مفاد و موارد همه آن چی بود که نظامنامه دوره امانی داشته. خب به خاطر پیشبرد امورات هرچه بهتر دینی، مجلس جمعیت العلماء را تأسیس کرد و از خزینه شاهی هم یک سلسله امتیازات را برای علمای دینی پرداخت کرد. به تعقیبش هم دارالعلوم عربی را در کابل تأسیس کرد که ملاهای مجرب و علمای دینی در او به حیث مدرس مقرر شدند و عبدالرحمن خان هم به حیث رئیس آنها توظیف شد. چون که محمد نادر خان در یک وقت بسیار حساس زمام امور افغانستان را در دست گرفته بود و سالهای 1929 تا سالهای 1930 سالهای بحران اقتصادی بود، شرکت‌های عظیم در تمام اروپا، آسیا و حتی آمریکا با رکود اقتصادی مواجه شده بودند. یک فقر خطرناک دامن همه جهان را گرفته بود. این وضع عواقب و پیامدهای جنگ جهانی اول بود و در هر طرف تباهی را در افغانستان بیشتر دامن می‌زد و به صورت غیر مستقیم افغانستان هم در بحران دست و پنجه نرم می‌کرد. بر علاوه این آفت دیگر جنگ‌های داخلی هم بود که اقتصاد افغانستان را ضعیف ساخته بود و خزینه و خزانه کابل و تاراج رفته بود. محمد نادرشاه میخواست که یک سیستم قانونی را در ساحه اقتصاد در پیش بگیره که به اساس آن هم برخی از مردمان آگاه و لایق را که دارای تجارب کافی و مسلکی بودند در دولت سهیم ساخت. شاهراه کابل، مزار شریف، هرات و قندهار را تأسیس کرد و همچنان برخی از شرکت‌های تجارتی را تأسیس و برای آنها مجوز فعالیت داد. سرمایه‌داران بر دولت اعتماد کردند و به همین سبب هم پولهای که راکت شده بود به کار انداخته شد. در این کار هم نقش عبدالمجید زابولی قابل ذکر است. به همین اساس هم وی مدت زیادی در دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه وزیر تجارت و اقتصاد بود و در صنعتی ساختن کشور نقش مهم و فعال را داشت و فابریکه های زیادی را به کار انداخت و برای افغانستان هم خدمات شایانی را انجام داد. در اثر توجه زیاد محمد نادرشاه و سردار محمد هاشم خان، اکثریت تخریباتی که صورت گرفته بود اونا دوباره اصلاح گردید و کشور دوباره رشد کرد. سلطنت محمد ظاهرشاه. شاهزاده محمد ظاهر چگونه بر اریکه قدرت رسید؟ سالهای بحران و جنگ جهانی دوم چه تأثیراتی بر افغانستان داشت و نقش محمد هاشم خان به حیث صدر اعظم در رفع این بحران ها چی بود؟ مواردی است که دنبال دریافت پاسخ برش در این درس ها میریم. بعد از اینکه محمد نادرشاه به قتل رسید، شورای فامیلی دایر شد و مطابق ماده 5 اصول اساسی، محمد ظاهرشاه فرزند محمد نادرشاه که 19 سال عمر داشت به پادشاهی انتخاب میشه. مطابق اصولنامه اساسی همه ملت به وی بیعت میکنن و نام او هم در خطبه خوانده میشه. سکه به نامش ضرب زده شد و محمد ظاهرشاه لقب المتوکل علی الله را نیز اختیار کرد که بیش از 40 سال هم ضمیمه نامش بود. محمد ظاهرشاه چون خردسال بود و تجربه کاری در نظام و در سلطنت را نداشت، فشار تمام کارها بر دوش کاکای بزرگش سردار محمد هاشم خان قرار داشت. زمانی که سردار
زمانی که محمد ظاهرشاه پادشاه شد، او فورا کاکای خود را به حیث صدر اعظم مأمور تشکیل کابینه کرد و خودش را هم پادشاه معرفی کرد و به کار آغاز کرد. در اوایل سلطنت محمد ظاهرشاه واقع بزرگ تاریخی یعنی جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. جنگ جهانی که در سال 1939 آغاز و تا سال 1945 میلادی ادامه داشت. شعله این جنگ از اروپا آغاز شده و بلند شد و بسیار زود آسیا و دیگر قسمت‌های جهان را هم فرا گرفت. طرفین در این جنگ آلمان، ایتالیا، ژاپن و کشورهای اروپای شرقی به نام محور و انگلستان، فرانسه، اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و یک تعداد کشورهای اروپایی به نام متفقین یاد می‌گردیدند که درگیر جنگ بودند. کشورهایی که در جنگ جهانی دوم مستقیما درگیر بودند از نگاه مالی و جانی بسیار خسارمند شدند و اثرات سوی از این جنگ‌ها بر تمام کشورهای دنیا تأثیر گذاشته بود. در دوران این جنگ روسیه شوروی در شمال، ایران در غرب و هند بریتانیایی در جنوب افغانستان شدیداً خسارمند شدند. محمد ظاهرشاه و سردار محمد هاشم خان صدر اعظم وقت طی یک فرمان بی‌طرفی افغانستان را اعلان کردند و با همین تدبیر بزرگ نه تنها افغانستان از شعله جنگ‌های جهانی نجات داده شد، بلکه از خسارات احتمالیش هم محفوظ ماند. هرچند که مشکلات اقتصادی تأثیرات خودش را بر ده‌ها پروژه انکشافی در افغانستان داشت. هنگامی که جنگ شدت گرفت، نیروهای محور از راه اروپای شرقی به خاک روسیه داخل شدند و یک تعداد از انجینران و ایتالیایی و آلمانی که در برخی از پروژه های افغانستان مصروف کار بودند، روسیه شوروی و هند بریتانیایی در مورد از او تشویش و نگرانی داشتند. به افغانستان یادداشت‌هایی دادند که آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها را از خاک خود بیرون کنند. افغانستان با قبول برخی از شرایط این پیشنهادات را رضایت داد و کارمندان مذکور را با عزت از افغانستان خارج کرد. خب سردار محمد هاشم خان صدر اعظم وقت توانست که اوضاع افغانستان را عادی نگه دارد. سنگینی جنگ بالای افغانستان تأثیرات داشت. این گونه نبود که افغانستان بی‌طرف باشد و هیچ تأثیری از جنگ جهانی نپذیرد. نه، این گونه نبود. بدون شک که تأثیرات زیادی را داشت، اما با تدبیر سردار محمد هاشم خان تا اندازه تأثیرات شدید این جنگ جهانی بر افغانستان مرفوع شد. بی‌طرفی افغانستان باعث شده بود تا کشور مورد هجوم نیروهای متفقین قرار نگیره و این کار به ذات خودش استقلال افغانستان را تقویت و امنیت را در منطقه شرق میانه و شرق نزدیک بیشتر کرد. جنگ جهانی دوم در عرصه اقتصادی بر افغانستان تأثیرات منفی داشت. حمله آلمان بر اتحاد شوروی و تجاوز ژاپن بر منطقه بحر الکاهل تجارت افغانستان با کشورهای محور و یک تعداد کشورهای اروپایی و آسیایی که در ساحه جنگ واقع شده بودند را قطع کرد. تجارت بین افغانستان و اتحاد شوروی نیز به پایین‌ترین سطح خود رسید و تنها افغانستان با هندوستان یا هند بریتانیایی آن زمان روابط تجارتی داشت. در اثر کمبود مواد و اجناس وارداتی به کشور، قیمت مواد غذایی بالا رفت. نرخ اجناس در بین سالهای 1939 تا 1945 4-5 برابر بلند رفته بود و در این زمان حکومت برای جلوگیری از گرانفروشی و تنظیم قیمتها در زمینه محصولات غذایی و اجناس صنعتی تدابیر داشت. البته اولین پلان 5 ساله، ضرورت پلان 5 ساله اول نقش سردار محمد داوود خان صدر اعظم در تکمیل و عملی کردن این پلان ها و دستاوردهای این پلان 5 ساله را در این درس ما با هم دیگه می خوانیم. شاگردان عزیز، تصویر فردی را هم که شما می بینین از سردار محمد داوود خان صدر اعظم دوران ظاهرشاه و پادشاه دوران جمهوریت هست. خب
در زمان سلطنت اعلی حضرت محمد ظاهر شاه، ابتدا محمد هاشم خان مقام صدر اعظم را عهده‌دار بود. زمانی که از این مقام مستعفی شد به دلیل کهولت سن، برادر دیگرش سپه سالار شاه محمود خان مقام صدارت را گرفت. وی هم 7 سال صدر اعظم کشور بود و به اثر مریضی که عاید حالش شده بود از این مقام استعفا داد. این گونه بود که از طرف پادشاه محمد ظاهر شاه، پسر کاکایش سردار محمد داوود خان، پسر سردار محمد عزیز خان صدر اعظم تعیین شد. محمد داوود خان میخواست که افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور متکی به خود باشد و مطابق یک پلان منظم اقتصادی میخواست مراحل رشد و انکشاف در کشور را آغاز کند. خب سردار محمد داوود خان ابتدا کابینه خود را از اشخاص تحصیل کرده و دانشمند تشکیل داد و در سیاست خارجی بی‌طرفی فعال و مثبت را انتخاب کرد که هدف اساسیش هم منافع ملی و قضاوت آزاد مردم افغانستان بود. این امر و این کار سبب شد که کشورهای جهان حاضر به دادن کمک‌های بدون هیچ کدام قید و شرط به افغانستان باشند. یکی از کارهای برجسته‌ای که در این دوره صورت گرفت، حفظ موازنه سیاست بین ابرقدرت‌های آن زمان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی بود که سردار محمد داوود خان به گونه زیرکانه و درستی او را انجام داد. سردار محمد داوود خان شخصیت مترقی و وطن دوست بود و این را خوب درک می‌کرد که یک کشور با استفاده از چراغ کارهایی می‌تونه مشکلات را رفع بسازه و به خاطر رشد و انکشاف تلاش می‌کرد تا مؤسسات و فابریکه‌های تولیدی را بیشتر کنه. به همین اساس کارهای خود را داخل یک پلان و یک چوکات منظم تنظیم کرد که شامل 2 پلان می‌شد. پلان 5 ساله اول که در سال 1956 میلادی آغاز و به پایه اکمال رسید و پلان دوم که در سال 1961 زیر کار رفت. خب در پلان اقتصادی اول بودجه انکشافی به خاطر امور زیربنایی استفاده می شد، مثل اعمار سرک ها، تولید برق، ایجاد خطوط مواصلاتی، ایجاد ظرفیت بندهای برق و همچنین استخراج نفت، گاز در شمال کشور و زغال سنگ، ایجاد تولیدات فابریکه های کود های کیمیاوی، پروژه های انکشافی که در وادی ننگرهار و هلمند صورت گرفت. همه اینها در یک پلان منظم 5 ساله صورت گرفت. همچنان به پروژه های انکشافی اولویت داده می شد و به همین اساس بود که در ایام زمستان میوه‌جات و سبزیجات تولید شده و به اکثریت نقاط کشور فرستاده می شد. پلان انکشاف اقتصادی دوم سردار محمد داوود خان به نسبت کمبود وقت و یک سلسله مشکلات دیگه عملی نشد که بعد از این پلان اول 5 ساله محمد داوود خان استعفا داد و به این ترتیب بود که دوره صدارتش به پایان رسید. دهه دموکراسی. سوال ایجاد میشه که دهه دموکراسی و تصویب قانون اساسی چه پیامدهایی را برای کشور داشت؟ در این درس که مربوط به صفحه 107 کتاب تاریخ شما هست و 26مین درس کتاب هست، این سوال مطرح شده و ما میخواییم دنبال جواب همین سوال بگردیم و اتفاقاتی که چرا این دهه را به نام دهه دموکراسی یاد میکنن هم میباشیم. خب 10 سال اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه را به نام دهه دموکراسی، دهه قانون اساسی یا شاهی مشروط یاد می کنند. مطمئنن که این سوال حتما جز سوالات کنکوری شما متعلمین عزیز هست، پس نهایت دقت را داشته باشین که 10 سال اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه را به نام دهه دموکراسی یا قانون اساسی یاد می کنند. دوره دموکراسی در افغانستان بعد از استعفای سردار محمد داوود خان و با انفاذ قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی آغاز میشه که برای 10 سال ادامه پیدا میکنه. قبل از این دوره
قبل از این دوره صدارت شاه محمود خان نیز در کشور زمینه‌های دموکراسی را ایجاد کرده بود. در قانون اساسی جدید فیصله شد که اعضای خانواده شاهی در احزاب سیاسی اشتراک نمی‌کنند و مسئولیت و وظایف رد به دوش نمی‌گیرند. این مسئولیت و وظایف چی بود؟ یک، به مقام صدارت اینا گماشته نمیشن، عضویت در شورا و عضویت در استر محکمه نمی داشته باشند که نظر به همین فیصله در دهه دموکراسی 5 صدر اعظم خارج از خاندان شاهی که هر یک دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق اجرای وظیفه کردند. اینا افرادی بودند که عضویت خاندان شاهی را نداشتند و مطابق قانون اساسی هم خانواده شاهی نمی توانست که به مقام صدارت در شورا عضویت داشته باشند و یا هم عضویت استر محکمه را داشته باشند. خب بعد از اینکه سردار محمد داوود خان از مقام صدارت استعفا میده، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف را به مقام صدارت مأمور میکنه و محمد یوسف هم کابینه خود را در 13 ماه مارچ تشکیل میداد. دکتر محمد یوسف تحصیل کرده آلمان در رشته فیزیک بود که به یک طبقه متوسط تعلق داشت. وظیفه عمده و اساسی حکومت دکتر محمد یوسف تدوین قانون اساسی جدید و تعیین نمودن مراحل قانونیش بود که به این منظور هم لویه جرگه برگزار شد و قانون اساسی توشیه شد. پس از توشیه قانون اساسی یک سلسله عکس‌العمل‌های گوناگون در جامعه به وجود آمد، به خصوص که بسیاری از افغان‌ها استقبال گرمی از او کردند و بسیاری از شهرهای بزرگ هم شاهد تظاهراتی بود. در دهه دموکراسی قانون مطبوعات با فرمان تقنینی نافذ شد. به این اساس در حدود 30 جریده در کابل به اساس قانون مطبوعات منتشر شد. به طور مثال جراید و روزنامه های مشهور او دوره عبارت است از جریده های افغان، جریده روزگار، افغان ملت، خلق و پرچم، شعله جاوید از جمله جریده ها بود. در دهه دموکراسی قانون احزاب سیاسی هم تصویب شد و شاه قانون را هر چند که معطل کرد و تا پایان دوره پادشاهی خود او را توشیح نکرد، اما فعالین سیاسی آشکارا فعالیت های خود را آغاز کرده بودند. چون دهه دموکراسی و آزادی بود و هر ارگان سیاسی برای خود یک نشراتی هم داشت که نظریات سیاسی خود را در او نشر می‌کرد. خب برخی از این احزاب و جریان‌هایی که در این دهه فعالیت داشتند عبارت است از حزب دموکراتیک خلق بود که بعداً به دو گروه خلق و پرچم تقسیم میشه، حزب شعله جاویدان بود، نهضت اسلامی یا جریان جوانان مسلمان بود، افغان ملت، مترقی دموکرات، ستم ملی، اتحاد ملی و همچنان جمعیت‌های خرد و بزرگ دیگری که مشغول فعالیت بودند هم بود. به صورت عموم در دهه دموکراسی فعالیت‌های سیاسی احزاب با استفاده از نام دموکراسی زیاد شد. در عرصه فرهنگی و عمرانی و آبادی هم اقداماتی صورت گرفت. در دهه قانون اساسی که کار 5 صدر اعظم را در بر داشت، در ساحات ملکی و نظامی کارهای زیادی صورت گرفت. بنیاد برخی از این فعالیت‌ها در وقت صدارت سردار محمد داوود خان گذاشته شده بود و در دهه دموکراسی به پایه اکمال رسید. در دهه دموکراسی مطابق قانون اساسی تفکیک قوا به وجود آمده بود و دولت بر 3 قوه اجراییه، مقننه و قضاییه مثل گذشته تقسیم شده بود و برای دوره های 12 و 13 شورای ملی در کشور انتخابات آزاد برای افتاد. مردم افغانستان نمایندگان خیش را به شوراها فرستادند و در این دوره 5 حکومت از ولسی جرگر رای اعتماد گرفتند.
خب عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت. خب در این رابطه ما میخوانیم درس هایی را در رابطه با این که رژیم چگونه از سلطنت به جمهوریت تغییر کرد و چه اتفاقاتی افتید. البته که در این زمینه محمد داوود خان نقش خیلی اساسی را داشت که رژیم شاهی مشروطه در 26 سرطان 1352 هجری شمسی با یک کودتای نظامی سفید به رهبری داوود خان سقوط میکنه و نظام جمهوری در افغانستان اعلان میشه. سردار محمد داوود خان از مقام صدارت بنابر یک سلسله ملحوظات کنار رفت و به منظور تامین اهداف شخصی و ملی خود آرزو داشت که دوباره وارد عرصه سیاست شود و چون از آن جایی که قانون اجازه ورود به رزیرا نمیداد تصمیم گرفت توسط یک کودتای سفید همه نظام را تغییر بده و به جمهوریت برساند و مطابق مفاد همو قانون بود که اعضای خانواده شاهی نمیتونستند در پست های مهم دولتی شمولیت داشته باشند و این محدودیت مستقیما متوجه محمد داوود خان بود. از طرف دیگری حکومت هایی که پس از وی صدارت را بر عهده گرفتند یکی پس از دیگر ناکام شده و به شکستگی رو می رفتند. اعتماد مردم نسبت به رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی ضعیف شده بود و فضای ناامیدی و تنفر تمامی مردم را در بر گرفته بود و از نظام شاهی روز به روز مردم بیزار می شدند. تا اینکه محمد داوود خان تصمیم گرفت تا به هر شکلی که می شه تغییر را در سیستم سیاسی کشور به وجود بیاره تا از یک طرف خطر وقوع بحران را مرفوع بسازه و از سوی دیگر خواستهای مردم را مبنی بر انکشاف اقتصاد و اجتماعی برآورده بسازه. به همین اساس محمد داوود خان یک بار دیگر دست به فعالیت‌های سیاسی زد و روابط خود را با اشخاص و احزاب گروه‌های مختلف برقرار کرد. سردار محمد داوود خان پلان خود را طوری تحریزی کرد که یک دایره جلب و جذب طرفداران خود را گسترش بده و نقاط کلیدی و قدرت را در دست بگیره. این در حالی بود که نظام سلطنتی تا اندازه محبوبیت خود را از دست داده بود و اکثریت مردم حاضر بودند تا یک تحول عمیق را در ساختار سیاسی جامعه قبول کنند. محمد داوود خان و طرفدارانش هم توانستند با استفاده از همین اوضاع حلقه نفوذ خود را در بین افسران اردو بیشتر بسازند و زمینه راه اندازی کودتای نظامی را فراهم کنند. در ایامی که محمد ظاهرشاه به خاطر مالجه چشم خود به اروپا رفته بود، مقدمات یک کودتای نظامی آماده شد و در تاریخ 26 سرطان 1352 تحت رهبری داوود خان و به همکاری افسران اردو با سرنگونی نظام شاهی و اولین نظام جمهوری آغاز به کار کرد. یعنی با کمک سرداران و همکاران و افسران نظامی و اردو نظام شاهی سرنگون شد و اولین نظام جمهوری به پیروزی رسید و دروازه جدیدی از تاریخ بر روی مردم افغانستان باز. کودتای 26 سرطان 1352 هجری شمسی. بعد از اینکه سردار محمد داوود خان همون قسم که گفتیم از پست صدارت و نخست وزیری کنار رفت، 10 سال را در انزوا سپری کرد. پس از اینکه وی به انزوا رفت و از آنجایی هم که به پیشرفت و ترقی بسیار زیاد علاقمند بود، در مدت این 10 سال کوشش کرد تا یک کودتای را راه اندازی کنه و این کودتا سبب شد تا نظام شاهی در افغانستان ملغا و جمهوریت اعلان شود. کودتای 26 سرطان به دهه دموکراسی و قانون اساسی سال 1964 خاتمه داد. گرچه 5 سال حکومت در سالهای اخیر نظام شاهی
دعوای نظام دموکراسی میکرد، ولی در حقیقت خصلت انارشیستی بر از او به وجود آمده بود و غالب بود. کودتای 26 سرطان به این نابسامانی ها خاتمه داد و به جای نظام سلطنتی نظام جمهوری در کشور ایجاد شد که رهبریش را هم سردار محمد داوود خان بر عهده داشت. محمد داوود خان دولت جمهوری افغانستان را پایه‌گذاری کرد و اساس این کشور هم به صلح و عفو کشورهای شامل بود که در همچنان در دوران جمهوریت دولت سردار محمد داوود خان از منشور سازمان ملل متحد پیروی می کرد و تنها موضوع اختلاف با پاکستان بر سر مسئله پشتونستان بود که خواهان حل مسالمت آمیز آن شد. خط مش دولت جدید افغانستان از طرف مردم کشور مورد استقبال قرار گرفت و محمد ظاهرشاه که در شهر ناپل ایتالیا مشغول تداوی و استراحت بود، از سرنگونی نظام شاهی در افغانستان مطلع شد. فوراً به روم رفت و بعد از مدت استعفایش را از طریق سفارت افغانستان عنوانی مؤسسه جمهوریت به کابل فرستاد. با رسیدن استعفانامه اعضای خانواده شاهی که در کودتا زندانی شده بودند، آزاد شده و به ایتالیا انتقال یافتند. یک روز پس از پیروزی کودتا اولین جلسه کمیته مرکزی برگزار شد که محمد داوود خان به صفت رئیس دولت، صدر اعظم، وزیر خارجه و وزیر دفاع تعیین شد و کابینه خود را هم معرفی کرد. بر اساس فرمان محمد داوود خان، قانون اساسی سال 1343 ملغا و برای تصویب قانون اساسی جدید لویه جرگه جدید ایجاد شد که 349 تن از اعضای آن بر ریاست عزیز الله واصفی قانون جدیدی را در سال 1977 تصویب کردند که به اساس همین قانون در ساحه اجتماعی و اقتصادی یک سلسله اقدامات عملی صورت گرفت. ازدیاد مالیات به اصلاحات اراضی زمین ها توجه صورت گرفت، قانون اراضی تصویب شد، همچنان سرود ملی ترتیب و تنظیم شد، در نشان بیرق تغییراتی به وجود آمد. از جمله کارهای بسیار مهم دولت جمهوری افغانستان طرح و تدوین پلان اقتصادی 7 ساله بود. این پلان در سال 1976 شروع و در سال 1983 باید به پایه اکمال می رسید و در زمان جمهوریت کار ترمیم و مراقبت سرک ها دوباره آغاز شد. کار سروی خط آهن از هرات الی قندهار و سپس اسپین بولدک و همچنین سروی معادن مثل عینک لوگر و حاجیگک نیز روی دست گرفته شد. پلان ها و پروگرام های رئیس جمهور محمد داوود خان بسیار زیاد و وسیع بود، اما تمام آنها تطبیق نگردید تا اینکه به تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی توسط یک کودتای نظامی رژیم جمهوری محمد داوود خان سرنگون شد و این گونه بود که اولین رئیس جمهور افغانستان پس از یک کودتای مشابه کودتایی که خودش انجام داده بود و نظام سلطنتی را به جمهوری انتقال داده بود سرنگون گردید. بله متعلمین عزیز، رسیدیم به بخش سوالات کنکوری و ختم این جلسه درسی ما. تشکر از اینکه تا این لحظات با ما همدم بودین و بعضی از سوالات کنکوری را با همدیگه پاسخ میدیم. البته که سوالات نمونه ای از سوالات کنکوری هست که شما باید این را فرا بگیرین و درس هایتان را کامل و با دقت بخونین و سایر سوالاتی که در کنکور مطرح میشه را بتونین برش پاسخ ارائه بکنین. اولین سوالی را به حیث نمونه ما برای شما اینجا گذاشتیم از کنکوری است که حبیب الله کلکانی به چی مشهور بود؟ به بچه سقاو. حکومت حبیب الله کلکانی چند ماه طول کشید؟ 9 ماه. محمد نادرخان توسط کی به قتل رسید؟ توسط یک تن از شاگردان به نام عبدالخالق. و محمد ظاهرشاه در چند سالگی به سلطنت رسید؟ در 19 سالگی.
بله متعلمین عزیز، فصل دوم کتاب شما در همینجا به پایان میرسه. بررسی می داشته باشیم به فصل دوم البته در جلسه بعدی. تا جلسه بعدی و درس بعدی هم ما تمامی شما شاگردان عزیز را به خداوند پاک می سپارم. وقتتان بخیر.